با نام و یاد خدا به ماینتد خوش اومدید ماینتد مجموعه تصویری از صحبتهای اساتید دانشگاه ها، مدیران و متخصصان شرکت های معدنی بزرگ و معتبر در سراسر جهان با هدف آشنایی با تحولات تکنولوژی، آموزشی و توسعه در صنعت معدن در سالهای اخیر و همچنین آگاهی از تغییرات پیشرو در این صنعت. محوریت این سخنان تحولات دیجیتال و هوشمندسازی فرایندها در حوزه های مختلف اکتشاف، معدنکاری و کارخانه های فراوری. من علی سوفستایی مدیر برنامه هوشمندسازی شرکت ولی بزرگترین تولید کننده سنگ آهن و نیکل در جهان با حدود نیم میلیون پرسنل و فعالیت در 35 کشور است. در یکی دیگر از اپیزودهای فصل اول مایندهد امروز میزبان جناب آقای دکتر مازیار بحری هستیم تا صحبتهای ایشون رو در خصوص آینده نیومریکال مادلینگ و همچنین تاثیر ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ رو بر روی این مدل‌ها به خصوص در بحث مهندسی معدن بشنویم آقای دکتر بهری دارای مدرک کارشناسی مهندسی معدن و همچنین کارشناسی ارشد مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستند ایشون مدرک دکترای خودشون رو در رشته مهندسی عمران از دانشگاه سویا اخذ کردن و در حال حاضر هم در حال گذروندن فرصت مطالعاتی در دانشکده معدن دانشگاه کلرادو هستند آقای دکتر بحری همچنین پژوهشگر علوم داده در حوزه مهندسی ژئوتکنیک و همچنین به عنوان کارشناس توسعه کسب و کار در صنایع مختلف مشغول به کار هستند با تشکر از ایشون و همچنین سپاس از همه شما که بیننده این اپیزود از ماینت در مورد مدل های کلاسیک ماشین لرنینگ اطلاعاتی شنیدیم یا مقالاتی خوندیم مدل های مثل رندوم فارست ایکس بوس حتی تا حدی مدل های لینیر رگرشن رگرشن فوروارد بکوارد و و و خب این مدل ها برای وقتی که ما یک سری داده محدود داریم مثلا شاید ده هزار تا بیس هزار تا داده حالا کمتر <تص> و بیشتر و یک سیستم پردازش محدود داریم سیستم پردازشی که وابسته است مثلا ان به سیستم های سی پردازش یو هستش و داده محدود داریم مدل ها بسیار مدل های خوبی هستند ولی در حال حاضر ما داریم داده های بیشتری تولید میکنیم شما فرض کنین شرکتی مثل گوگل هر ثانیه میلیون ها داده جدید تولید میکنه یا سیستم های دیگه مثلا سیستم تر ترافیک هر لحظه اد... داده زیادی وارد سیستم ها میشه خب پس سیستم های کلاسیک دیگه جایگاهی باسه ما نداشتند توانایش نداشتند همینطور سیستم پردازشگرهای جدیدتری ما داشتیم مثل سیستم جی پی که میتونستی پردازش های موازی رو انجام بدیم و داده های جدید داشتیم و الگوریتم های جدید و اینجا بود که دیپ لرنینگ شروع کرد به رشد کردن برای مثال یک مسابقه بود به نام ایمیج نت برای پیش برای اینکه کلاسیفای کنند چندین عکس و شی مختلف از همدیگه ابتدا مدل های دیپ لرنینگ مدل های بهتر بگم یعنی شلو لرنینگ هایی که توسعه داده شد و مدل هایی بودند که با دو لایه یا یک لایه بودند ولی بعدا مدل های VGG با 19 لایه و مدل های رزنت با 150 دو لایه توسعه پیدا کرد وقتی که دسترسی به جی پی آزاد شد مردم می روی رو جی پردازششون انجام بدن و تونستن لایه ها و مدل های پیچیده تری توسعه بدن خب پس می توانیم بو این بحثمون بگیم که این مباحث میتونه شامل حال مهندسی معدن یا مهندسی تکنیک هم بشه ولی حالا چه جوری خب یکی از مشکلاتی که ما همیشه توی مطالعات در میدان زمین معدن یا مدل ژئوتکنیکی داریم دسترسی داده است خب ما یکی محدودیت میدونیم ما مثل بقیه علوم شاید نباشیم که دسترسی به داده راحت تری داشته باشن شما فکر بکنین یک سری از علوم مثلا کسایی که میخوان کووید رو بررسی کنن دسترسی آزادی دارن به اطلاعات بسیار زیادی از صدها کشور اطلاعاتشون رو شیر میکنن شما توی اطلاعاتشون رو هر روز بررسی کنین و و و ولی ما یکی از محدودیت های شدیدی که داریم توی مباحث معدنی مباحث داده هستش خب توی زم... ما معدن با زمین سر کار داریم و عدم قطعیت های بسیار زیادی داریم و اینکه ما هر پارامتر رو نمیتونیم هر لحظه اندازه گری کنیم ولی اینجاست که میتونیم از نیوریکا مدل ها استفاده کنیم خب مدل های مثل فاینال الیمن، فاینال دیفرنس فاینال والیوم در پلاکسیس آباکوس و فلکت 3D و 2D و اینها میتونیم مدل های تکنیکیمون رو درست کنیم یا مدل های معدنی رو درست کنیم شرایط پیچیده ای رو براشون در نظر بگیریم گالی و بالا پایین کنیم فریکشن انگل رو تغییر بدیم سفره های آب زیرزمینی و حتی چگالی آب و بالا پایین کنیم و و و و و و, و میتونیم تمام این داده هامونو در نیومریکال مدل ها بر اساس هر استپ کاری هر ثانیه یا هر لحظه هر سایکل کانورت شدن مدلمون اطلاعات و رو ضبط کنیم میتونیم استرس استرین دیسپلیسمنت ها رو در هر لحظه به دست بیاریم خب مدل های بسیار مزیت های خوبی داشتن ولی یه سری عیب هم دارن مثلا مدل که روی فلک باشن شما باید لایسنس خیلی گرون قیمتی رو تهیه کنی همینطور برای بقیه نرم افزار و لایسنس هاشو آزاد نیستن یا یوزر فرندلی نیستن خب همه ای اونایی که مثلا با فلک کار کرده باشن یکی از عیب های فلک کلا سیستم آی میدونن که آی خیلی یوزر فرندلی نیست اگرچه ما میتونیم خیلی دقیق مدلونو رو درست کنیم میتونیم هیستوری بسیار لحظه ای بگیریم ولی لایسنسی ولی یوزر فرندلی نیستن یا برای کانورت کردن یک مدل شاید شما مجبور بشید مود سیستمتون رو برای مثلا 6 ساعت دو روز سه روز بذارین حل بشه ای که یک مدل درست بشه ولی حالا خب وقتی که ما میتونیم با یک سیستم بسیار قدرتمند مدل های بسیار زیادی درست کنیم و استفاده کردن نیومریکال مدل ها بمونی مزیت رو دادن که مدل های بسیار زیادی رو درست بکنیم و با اپلای کردنشون در مدل های ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ بتونیم پیش بینی بکنیم در آینده یک جورایی این دو با هم دیگه شروع میکنن به کار کردن مثلا یه مقاله بود به نام این بود که یک سری مدل های معدن زیرزمینی معدن زغال درست شده بود و لیک گس متان رو اندازه گیری کرده بودند به وسیله نرم افزار نیومریکال مدل و داده ها بر اساس سری زمانی بود خب در فکر س... کنم در ثانیه های مختلف بود این داده ها رو اکسترکت کرده بودند و با داده های واقعی که در زمین در معدن استخراج کرده بودند داده ها رو در یک دیتا قرار داده بودند و شروع کرده بودند به پیش بینی مدل به وسیله دیپ لرنینگ و به وسیله مدل های سری زمانی LSTM و GRU اگه اشتباه خب و پیش بینی کرده بودند در قسمت های مختلفی از اومدن چه مقدار گس تولید میشه حتی گفته بودند که مثلا در چه قسمتی از معدن گس بالاتر از حد اطمینانه یا یک سری مدل های دیگه بودن که در فلک درست شده بودن در فلک 3D که اومده بودن یک بیسیک جیومتری کیوب شکل درست کرده بودن و با کانزیدر کردن یه باندری شیپی برای اون شکل پیش پردیکت کرده بودن که استرس و استرین در باندری های مختلف چقدر بود اونها بیشتر از 500 مدل درست کرده بودن توی فلک 3D شما یا فکر بکنید میخواین یه تونلی توی صدت شهری حفاری کنید خب اون تونل یک زخامتی برای لاینینگش میتونید شما در نظر بگیرید یه عمقی داره یه قطری داره تونلمون جنس خاک سویل پارامتره بسیار متنوعی ما داریم سفره آب زیرزمینی بردن لودی که روی سطح زمینه آیا فقط ماشین داریم ترافیک لود داریم یا ترافیک لود نداریم آیا فقط ساختمونه و اینا همه پارامترهای بودن که یک مطالعه دیگه بودش که اومده بودن پیش بینی کرده بودن که اگر ما عمق زیاد بکنیم و و و و بقیه پارامترها رو بازی کنیم باهاشون دیسپلیسمنت سطح زمینمون و استرس استرین محیطمون چقدر تغییر میکنه و تمام این داده ها رو وارد ال کرده بودن و مدل های باکیورسی بسیار خوبی پیش بینی کرده بودن. به نظر من شاید در آینده مدل های نیوموریکال یک رویکرد جدیدی پیدا بکنند و با دیپلوی کردنشون در مدل های لرنینگ و دیپ لرنینگ بتونیم پیش بینی های دقیق تر و جنرال تر برای شرایط مختلف پیدا کنیم. شاید یک دیتا سیت های بسیار بزرگی درست بشه مثلا برای دیتا سیت دیسپلیسمنت برای تونل های خاکی و شما فقط در یک مدلی میگین که چه عمقی میخواین حفاری کنید در چه خاکی و و و و بهتون دیسپلیسمنت رو میگه یا مثلا مثلا شرایط معدنتون رو دارید هم افزاری میکنین و به شما میگه که لیک گستون چقدره امیدوارم لذت برده باشید با تشکر مجدد از سخنران گرامی امیدوارم که این اپیزود از مایندت مورد توجه شما قرار گرفته باشه برای دیدن سایر اپیزودهای فصل اول و همچنین اطلاع از محتوای فصلهای آینده میتونید به وبسایت ماینتد و همچنین به صفحات مربوط به اون در پلتفرم‌های اجتماعی مراجعه بکنید سپاسگزار از حسن توجه شما و به امید دیدار در اپیزودهای آینده روز و روزگار خوش در پناه حقش